سلام، من آرش علی بابایی هستم و شما قسمت پنجم محیط پارت دیزاین رو میبینید. توی قسمت قبلی یک ویژگی خاص از دستور مولتی سکشن سالید رو کار کردیم با هم دیگه، اینکه بتونیم گاید بزنیم و مسیر حرکت رو مشخص بکنیم. خب توی این قسمت ما میخواییم که به جای اینکه از دو تا اسکچ استفاده بکنیم، از چند تا اسکچ استفاده بکنیم برای مدل سازی شکل‌های پیچیده. خب کاری که ما می‌خوایم انجام بدیم علاوه بر این که از چند تا می‌خوایم استفاده کنیم، می‌خوایم توی قسمت بعدی آموزش راجع به این صحبت بکنیم که اگر این چند تایی که ما می‌زنیم توی یک راستا و یک مسیر نبودن، اون وقت باید چیکار بکنیم. خب دستور قبلی که داشتیم کار میکردیم رو کامل دیلیت میکنیم. گاید هایی که اینجا داشتن رو هم نیاز بهشون نداریم، همگی رو انتخاب میکنیم. میتونیم با کلید شیفت انتخاب بکنیم و کلیک راست دیلیتش میکنیم. اوکی، خب در حال حاضر من یه دونه دایره دارم، یه دونه مربع دارم، میخوام یه شکل دیگه همین بالا داشته باشم. انتخاب میکنم پلن از اینجا 150. اوکی، یه تونه دیگه هم این بالا داشته باشه. خب روی این پلن من میخوام یه شکل بکشم دیگه 100% نباشه، شکل من بزرگتر باشه. انتخاب میکنم یک 6 سلی با ابعاد بزرگتر، اندازه دایره ماتیش هم میدم 200 بشه. و میتونم دوباره صفحه بالایی رو انتخاب کنم، اسکچ بزنم و یه شکل دیگه بدم. این دفعه میخوام یک شکلی بدم که به راحتی نشه تصورش کرد، مثل بیزی که میدم به این صورت بشه و اندازه گذاری واسه بیزی به این صورتی که انتخاب میکنیم این میشه قطر کوچکش، میدیم اینو 150. دوباره انتخاب میکنیم اندازه رو، وقتی روش میزنیم دوباره میخواد قطر کوچک رو بده، کلیک راست میکنیم میزنیم سمی مینور اکسیس، قطر دیگرش رو به ما میده. انتخاب میکنیم عدد 200 میزنیم، 200 کمه 250 میزنیم. خب بیزی ما کامل مقید شد، از شکل خارج میشیم و الان ما میخواییم دستور مولتی سکشن سالید رو انتخاب کنیم. حواستون باشه وقتی اینا رو پشت سر هم انتخاب میکنید بدون اینکه چیزی بزنید معمولا به شما ارور میده و شکلی که به ساتون به وجود میاد شکل کج کلهی به وجود میاد و اصلا اون چیزی که ما میخواستیم نیستش، که هرچه خیلی شکل هنری شد. شما وقتی مولتی سکشن سالید رو میزنید و هر اسکچ رو انتخاب میکنید باید حواستون باشه که کلوزینگ پوینت اون کجاست و بعدی رو هم انتخاب میکنید باید کلوزینگ پوینتش رو با دقت انتخاب کنید. الان من بعدی رو انتخاب میکنم، کلوزینگ پوینتش رفته اینور، کلوزینگ پوینتش باید بیارم نزدیک اینجا، میزنم اینجا باشه و این یکی هم جاش خوبه. اوکی میزنم، حالت ری شیپ میگه انتخاب کن، ری شیپ. خب این شکل رو به ما داده، یه مقدار پیچیده. اگه ما نخواهیم این خط هایی که اینجا هستش رو ببینیم میتونیم این حالت رو فعال کنیم. یکی از دلایل پیچیدگیش این هستش که کلن شکل ما به این صورت هستش، چون که از دایره میرسه به مستطیل یا مربع، بعد از مستطیل میرسه به 6 سری و بعد میرسه به بیز. خب ما اگر بخوایم که اندازه ها رو تغییر بدیم، آیا بعد از اینکه مولتی سکشن سالید رو انجام دادیم همه چیز تموم شده و ما دیگه نمیتونیم هیچ تغییر روی اندازه ها بدیم؟ چرا میشه؟ اسکچ هایی که اینجا داریم رو انتخاب میکنیم، با شیفت میتونیم همشون رو بگیریم و شو بزنیم.
هر کدوم از اینها رو که تغییر بدیم اندازشون رو، مثلا این بیزی رو من 250 رو میکنم 220 و 150 رو میکنم 170. خب شکل معمولا قرمز میشه. اگه شکلتون قرمز نشد به حالت عادی برمیگرد. وقتی قرمز میشه یعنی آپدیت میخواد. شما بعد روی این دکمه کلیک کنید تا آپدیت انجام بشه. خب میبینید که بیزی ما تغییر کرد بدون اینکه شکلمون به هم بریزه. یا روی این 6 زلی دوبار کلیک میکنیم، عددش رو از 200 میکنیم 150، میایم بیرون، آپدیت میخواد، آپدیت میکنیم، شکلمون عوض شد کل. یا اینکه میتونیم این مربع رو انتخاب بکنیم، ابعادش رو بیشتر کنیم 120، این ورش هم باشه 120. وقتی میایم بیرون آپدیت میتونیم بکنیم و شکل رو ببینیم. یا حتی این مربع دایره پایین رو دوبار که روش کلیک بکنیم میتونیم ابعادش رو کمتر هم بکنیم. نیم بیرون آپدیت میزنیم، کوچیک‌تر هم شد. خب من این شکل‌های مختلف رو برای این واسه شما کشیدم که نشون بدم این دستور قابلیت این رو داره که شکل‌های مختلف بکشه. ولی اگه شما بخواید میتونید یک شکل کاملا یکسان بزنید پشت سر هم دیگه. به فرض مثال اینجا میتونید به جای 6 زلی یک دایره انتخاب کنید، یک دایره برسه به بیز، یا یه دایره کوچیک‌تر برسه به یک دایره بزرگتر. این بستگی به انتخاب شما داره و شدنی هستش این دستور. و اینکه من شکل‌های مختلف رو نشون میدم، می‌خواستم بگم که شما قابلیت بیشتر از شکل‌های متشابه رو دارید برای این دستور مولتی سکشن سالید. خیلی ممنون از توجه شما. فراموش نکنید حتما ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، دنبال کنید، به دوستای خودتون هم معرفی کنید. تشکر فراوان.